اما برای بررسی ابعاد اقتصادی این سفر و امضای این توافق همراه هستیم با احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم سوئد آقای علوی امضای چنین قراردادی در شرایط انزوای بین‌المللی ایران تا چه اندازه به سود اقتصاد این کشور اصلا بازنده و برنده این قرارداد اگر اجرایی بشه کدام کشوره؟ خب البته با توجه به نظری های اقتصادی و همچنین که چیزی که اقلانیت اقتصادی خوانده میشه وقتی یک کشور در انزواز هم انزوای اقتصادی بازرگانی و بانکی و همچنین سهم این اقتصادها اقتصاد چین اقتصاد ایران در عرصه بین یکسان نیست و همچنین سهم اقتصاد چین در اقتصاد ایران و بالعکس هم دارای یک عدم توازن بسیار بزرگه طبیعی است که اون اقتصادی که بزرگتر است, اقتصادی که به هر حال زیر فشار و تحریم نیست میتونه شرایط خودش رو تحمیل بکنه به طرف مقابل در چون این شرایط اقتصاددانها توصیه کنن هیچ نوع قراردادی رو بخصوص با توجه به اینکه چنین قراردادهایی معمولا در شرایط عدم توازن به هر حال تصویب میشه یا منعقد میشه و همچنین فاقد عنصر رقابت هست که یکی از عناصری است که میتواند یک رابطه اقتصادی رو به هر حال به نوعی اقلانی و بلند مدت بکنه همزمان نباید فراموش کرد که قراردادهای پیشینی هم ما داشتیم با چین یا چین سابقه خوبی هم نداشته در ارتباط با اون قراردادها چه با ایران چه با کشورهای دیگه آی علوی پیامدهای بلند مدت این قرارداد در بلند مدت برای اقتصاد ایران چگونه خواهد بود نکته پنهانی نیست که اقتصاد چین علا رقم این اندازش که به حال بزرگه حرکت و اون رشد اون در چارچوب چیزی که به حال توسعه اقتصادی مبتنی بر رعایت محیط زیست، رعایت حقوق بشر و, و همچنین نیروی کار نیست و همچنین چینی ها اونجایی که به حال سرمایه گذاری کردن و حضور داشتن معیارهای محیط زیست رو به حال تخطی کردن ازش نیروی کار اون کشور رو رعایت نکردن مقررات مربوط به بازار کار و همچنین سهمشون در ایجاد اشتغال یا فرزن از بازار اون کشورها برای اینکه بتونه اونجا رشد در اونجا و متوازن پیدا کنه چیزی نبوده و بلکه بالعکس چینی ها تا اونجایی که تونستن تجربه نشون میده که نسبت به این معیارهای توسعه پایدار بیتوجه بودن و خسارت به بار آوردن در خصوص ایران هم انتظار میره که چون این چیزی بشه یعنی معیارهای توسعه پایدار رعایت نشه و هزینه هاش به هر حال برای اقتصاد ایران بماند و به هر حال منافعش برای چینی ها و اقتصاد چین در حال این قرارداد اما اگر های زیادی داره آیا علوی تا چه اندازه قابلیت اجرا یا زمانت اجرایی داره برای اینکه یک سند یا یک قرارداد زمانت اجرایی پیدا کنه می ثبات سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشه و همچنین کارآمدی اجرایی در عرصه مدیریت داخلی چون این شرایطی در ایران وجود نداره چه در عرصه تحریم هایی که الان وجود داره انزوای اقتصادی ایران و انزوای سیاسی اون و همچنین در عرصه داخلی هم ما میدونیم کشمکش بسیار زیاده میان جناهای گوناگون کما اینکه ممکنه جنایی سر کار بیاره که اصلا به حال با این نوع ده ده همکاری ها موافق نباشه یا تحولات اتفاق بیفته که قابل پیش بینی نباشه بجز این قضیه با توجه به فساد گسترده اقتصادی ایران و همچنین به هر حال ناکارآمدی دستگاه مدیریت به نظر نمیاد که در کوتاه مدت ما شاهد این باشیم که چینی ها حضور فعالی داشته باشند یا اینکه اقتصاد ایران بهره ببره در نهایت میشه گفت که رهبر حکومت با توجه به به هر حال کانال ها و اون به کسانی که به حال فرستاده به چین اونها به یک نوع توافق رسیدن و در نهایت این تلاش تلاشی است برای بقای رژیم نه برای اینکه فرزن اقتصاد ایران شکوفا بشه یا شهروندان به حال سطح رفاهی اونها افزایش پیدا احمد علوی همراه ما بود کارشناس اقتصادی مقیم سوئد